بسم الله الرحمن الرحيم فضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم حديثي باستبانجم وعن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. از ابو ذر رضی الله عنه روایت است که بعضی یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند ثروتمندان به اجرها رفتند، نماز میگذارند چنانه که ما نماز میگذاریم و روزه میدارند چنانه که ما روزه میداریم و از زیادتی مالهایشان صدقه میدهند. فرمودند آیا چنین نیست که الله سبحانه و تعالی ثواب آنچه را که صدقه نماید برای شما قرار داده است؟ البته برای هر سبحان الله صدقه دارید و بر هر الله اکبر صدقه دارید و بر هر الحمدلله صدقه دارید و بر هر لا اله الا الله صدقه دارید و امر به معروف صدقه است و نهی از منکر صدقه است و در نزدیکی یکی از شما با همسر صدقه است. صحابگان گفتند ای رسول الله، آیا وقتی یکی از ما شهوتش را به جامعه آرد برای او در این کار اجر است؟ فرمودند به من خبر دهید، اگر شهوت خود را در حرام می گذارد آیا بر آن گناه نبود؟ پس اینچنین اگر شهوتش را در حلال بگذارد برای او اجر است. این حدیث را امام مسلم روایت کردند. فایده های حدیث: فایده اول، حریص بودن صحابگان بر فعل عمل های نیک و در خیرات پیش دستی کردنشان. فایده دوم، البته صدقه تنها به مال نیست و اگرچه مال در صدقه دادن اساس می باشد. فایده سوم، بر تسبیح سبحان الله، تکبیر الله اکبر، تمهید الحمدلله و تحلیل لا اله الا الله ترغیب کردن و اینکه این صدقه مسلمان بر خودش است. فایده چهارم، البته کسی که از فعل بعضی از طاعتها برای قدرت نداشتنش عاجز باید، پس البته او بر طاعتهایی که قدرت دارد زیاد نماید. فایده پنجم، به امر معروف و نهی از منکر ترغیب کردن و البته آن از مسلمان بر خودش و دیگران صدقه است. فایده ششم، برآوردن انسان شهوتش را به نیت نیک بر خودش و به غیرش صدقه می باشد. فایده هفتم، مراجعت عالم بر آن چیزی که گفته است برای اطمینان و دلپوری در آن. فایده هشتم، اثبات قیاس، زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم تشبیه کردند. ثابت شدن اجر برای کسی که شهوتش را در حلال میگذارد و حاصل کردن گناه برای کسی که آن را در حرام میگذارد. و قیاسی که در این حدیث است از قبیل قیاسی عکس میباشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.